از وحشی شدن حیوانای خونگی اهلی تا حیوانای بسیار خطرناکی که نباید به عنوان حیوان خونگی نگهداری بشن. توی این ویدیو از یونیورسال فکتس 10 تا حیوان گرسنه یا عصبانی رو می‌بینیم که به صاحباشون حمله کردن. پس کمربندا رو ببندید و تا آخر ویدیو رو ببینید. شماره 10، سگ‌های آندره لامبوگا. سگا حیوانای خونگی خیلی خوبی هستن و گفته شده که بهترین دوستای انسانم هستن. اونا دوست داشتنی و وفادارن، ولی در عوض صاحبشون هم باید نیازاشون رو فراهم کنه. مردی به نام آندره لامبوگا اهل اندونزی به تعهداتش در مقابل سگاش عمل نکرد و مجبور شد با عواقب کارش روبرو بشه. توی سال 2011 وقتی اون از مسافرت برمیگرده، معلوم میشه که یادش رفت برای 9 تا سگی که توی خونه داره به مدت 2 هفته هیچ آب و غذایی بذاره. همسایه ها وقتی دیدن برگشته اما چمدونش چند روزه که دم در مونده، فهمیدن یه جای کار میلنگه و با پلیس تماس گرفتن. پلیسا وارد خونه شدن و با بوی خیلی بدی مواجه شدن. اونا فهمیدن سگای گرسنه‌ای که به مدت 2 هفته بی آب و غذا مونده بودن به صاحبشون حمله کردن و اونو در جا تیکه تیکه کردن و خوردن. تازه 2 تا از سگای کوچیکترم از قبل خورده شده بودن. سگا سعی کردن به پلیسا هم حمله کنن و پلیس مجبور شد بیهوششون کنه تا بتونه تحقیقاتشو ادامه بده. داستان آندره لامبوگا یه هشدار برای همه کسایی که حیوان خونگی دارن. بهتره خوب هوای دوست کوچولوتون رو داشته باشید، وگرنه ممکنه اتفاقای بدی بیفته. شماره 9، خرس کلیان والز. بعضی از حیوانایی که توی این لیست آوردیم از اون نوع حیوانایی هستند که فقط افراد خیلی شجاع و یا خیلی احمق به عنوان حیوان خونگی نگهشون می‌دارن. اما نگه داشتن یه خرس سیاه 200 کیلویی گندبک یعنی خود دنبال دردسر می‌گردی. کلیان والز 37 ساله اهل پنسیلوانیا توی سال 2009 این واقعیت رو از راه سختی فهمید. اون اشتباهی کرد که هزینه‌اش به قیمت زندگیش تموم شد. اون و شوهرش حیوانای غیر معمولی و جمع‌آوری و نگهداری می‌کردن. شوهرش دلال این حیوونا بود. توی سال 2007 معلوم شد که اونا یه شیر، یه یوز پلنگ، پلنگ خالدار، یه ببر، یه خرس سیاه و 2 تا گربه وحشی رو همزمان و کنار هم نگهداری می‌کردن. در حالی که هر کدوم از این حیوونا به مراقبت و نگهداری در شرایط ویژه‌ای احتیاج داشتن. یه روز کلی بیچاره وارد قفس خرس سیاه میشه تا اونجا رو تمیز کنه و به جای اینکه اول خرس رو به یه قفس دیگه منتقل کنه، فقط یه مقدار غذای سگ براش یه گوشه میریزه تا حواسش رو پرت کنه. خرس یه گزینه خوشمزه تری رو روبروش میبینه، بهش حمله میکنه و شروع به خوردنش میکنه. بچه هاش اتفاقی که برای مامانشون میفته رو میبینن و همسایه ها رو صدا میزنن تا به کمک مامانشون بیان. همسایه ها خرس رو در حالی که هنوز داشته زنه رو میخورده میکشن، اما دیگه خیلی دیر شده بود و اون زن همونجا جونش رو از دست میده. شماره 8، شامپانزه کارلا نش. کارلا نش توی سال 2009 برای کمک و دیدار پیش دوستش میره، اما به محض اینکه اونجا میرسه یه حمله وحشتناک اتفاق میفته که زندگیشو واسه همیشه تغییر میده. دوستش سرپرستی یه شامپانزه به نام تراویس رو به عهده داشته که توی چند تا ویدیوی تبلیغاتی برای کوکاکولا هم بازی کرده بود. اما متاسفانه وقتی کارلا سر میرسه، یه چیزی این شامپانزه که معمولا رفتارهای پرخاشگرانه نداشته رو تحریک میکنه. شامپانزه با سرعت روی صورت کارلا میپره و شروع میکنه به گاز گرفتن و چنگ انداختن به صورت دختر بیچاره. اون آسیب زیادی میبینه و شامپانزه چشمها، بینی، لبها، فک و حتی دستاشو از جا میکنه. همون موقع یه کلانتر پلیس سر میرسه و با شلیک به شامپانزه حمله رو متوقف میکنه، اما درد و عذاب کارلا تازه شروع شده بود. اون طی چند سال بعد بارها تحت جراحی پلاستیک قرار گرفت، ولی امروز حتی بعد از گذشت 8 سال همچنان مجبور تحت مراقبت و توی یه آسایشگاه زندگی کنه. شماره 7، اسب آبی ماریاسل. مردم آفریقای جنوبی دیگه به حضور حیوانات خطرناک عادت کردن. در واقع افراد پولدار اون منطقه باغ وحشی خصوصی دارن که شامل کمیابترین حیوانات دنیا میشه. اما حتی این عادت کردن به داد ماریاسل بیچاره نرسید. وقتی حیوان خونگیش که یه اسب آبی غول پیکر بود بهش حمله کرد. دوستاش و مسئولین منطقه بارها بهش هشدار داده بودن که این حیوان رام شدنی نیست. اما ماریاسل اون اسب آبی رو مثل پسر خودش میدید، چون از 5 ماهگی بزرگش کرده بود. اون حتی فکرش هم نمیکرد که اسب آبیش حاضر بشه بهش آسیبی برسونه. اما اشتباه مرگبارش دقیقاً همینجا بود. وقتی اسب آبی 5 سالش شده بود، وزنش از 1 تن هم بیشتر شده بود و در نهایت هم هیچکس نفهمید که چرا به صاحبش حمله کرده. حمله‌ای که باعث مرگ ماریاسل شد.
کمی بعد مردم جسد این مرد رو توی رودخونه پیدا کردن و با وجود زخمای وحشتناک روی بدنش معلوم بود که هیچ شانسی در برابر این اسب آبی وحشی نداشته و بهتر بود به نصیحت اطرافیانش گوش می‌کرده. برعکس ظاهر بامزه‌شون، اسبای آبی یکی از قوی‌ترین و خطرناک‌ترین حیوانات این سیاره هستند و تعداد افرادی که سالیانه توسط اسبای آبی کشته میشن از تعداد افرادی که توسط شیرها، ببرها، فیلها، بوفالوها و کرگدنها کشته میشن خیلی بیشتره. شماره 6، ببر سینتیا لیگمبل. دوستای سینتیا اونو به عنوان یه آدم نترس میشناختن. از اونجایی که اون یه ببر بنگال 250 کیلویی رو توی قفس توی خونش توی ایالت مینسوتا نگه می‌داشت. سینتیا یه متخصص حیوانات بود و با چند تا از فیلم‌های سینمایی هم همکاری کرده بود و تجربه نگهداری و بزرگ کردن گرگ، ولورین، شغال و روباهو هم داشت. اما با وجود این همه تجربه توی سال 2006 توسط ببرش مورد حمله قرار گرفت که باعث به وجود اومدن یه حادثه وحشتناک شد. توی محل نگهداری حیواناتش چند تا قفس مختلف بود که از طریق یه راه رو به هم وصل می شدن. در قفس ها به شکلی بود که به صورت نصفه باز می شدن تا بشه به حیوانا غذا داد و قفس ها رو تمیز کرد. اما وقتی جسد سینتیا رو پیدا کردن متوجه شدن که یکی از درها کاملا باز شده بود و در نتیجه ببرم فرصت حمله پیدا کرده بود. این یه پایان غم‌انگیز برای یه فعال حوزه حیوانات بود و همچنین یه هشدار برای کسایی که خطر زندگی کردن در نزدیکی حیوانای وحشی رو جدی نمیگیرن. شماره 5، گرازهای تریونس گارنر. تریونس گارنر توی سال 2012 و توی مزرعه خودش به طویله میره تا به گرازاش غذا بده. همون کاری که همیشه انجام میداد، اما این بار اون بر نمیگرده. چند ساعت بعد یکی از اعضای خانواده‌اش میره تا ببینه چرا برگشتنش انقدر طول کشیده و در کمال وحشت میبینه که تیکه‌های بدن تری اطراف طویله افتاده و بیشتر تیکه‌های بدنش هم توسط گرازها بلعیده شده بود. پیش اومده بود که قبلا گرازها تری رو گاز بگیرن. وقتی چند ماه پیش اتفاقی پاشو روی یکی از بچه خوکا گذاشت و احتمالاً شاید خوکا و گرازها اینجوری ازش انتقام گرفتن. همچنین احتمالش هست که به عنوان مثال ناگهان دچار ایست قلبی شده باشه و یا یکی از گرازها با یه ضربه اونو زمین زده باشه و باعث از هوش رفتنش شده باشه. اما چیزی که در نهایت اتفاق افتاد این بود که گرازها شروع به خوردنش کردن. گرازهای بزرگی که تا 200 کیلوگرم وزن داشتن. شماره 4، سگ جیمز لیتل. یه نکته راجع به سگای شکاری اینه که اونا به صورت غریزی تمایل به جدا کردن گوشت مریض یا آلوده دارن. نکته ای که کاش جیمز لیتل، مرد 61 ساله قبل از اینکه یه روز روی مبل خونش خوابش ببره میدونست. جیمز بیماری دیابت داشت و اگه نمیدونید این بیماری روی برخی از اعضا مثل انگشتای پا تاثیر میذاره و باعث بی‌حس شدنشون میشه و وقتی خوابش میبره سگ شیوا بیماری دیابتش رو نشونه خطر میبینه و 3 تا از انگشتای پای جیمز رو میجوه و جدا میکنه. اون وقتی بیدار میشه و میبینه 3 تا از انگشتاش نیست سریع به بیمارستان میره و خوشبختانه زود حالش خوب میشه و میتونه به خونه برگرده. اما سگ شیوا بخشیده نشد و مستقیما به پناهگاه حیوانات فرستاده شد که البته تعجبی هم نداره. جیمز بیچاره دائما ترس اینو داشت که اگه دوباره خوابش ببره این دفعه کدوم قسمت از بدنشو از دست میده. شماره 3، عنکبوت‌های مارک وگل. مارک وگل آلمانی عاشق حیوانای عجیب و غریب بود و یه مجموعه از این حیوانا هم تو خونش داشت. از مارمولک ها و بزمجه ها بگیر تا عنکبوت ها و مار و حیوانای دیگه. اون تقریبا هر چیزی که آدم نمیخواد توی خونه یه نفر ببینه رو تو خونش داشت. اونم توی یه آپارتمان کوچیک. تا اینکه یه روز توی سال 2004 عنکبوت سمی بیوه سیاه مارک از قفسش فرار میکنه و از بدشانسی مارک نیش میخوره و فوراً میمیره. البته تا یه مدت بعد کسی خبردار نمیشه و بعد از چند هفته همسایه ها با پلیس تماس میگیرن تا از بوی بدی که از خونش میومده شکایت کنن. پلیس درو میشکنه تا خونه رو بررسی کنه اما به هیچ وجه آمادگی روبرو شدن با چیزی که میبینه رو نداشته. مارها و برخی از حشرات بزرگ آزاد شده بودن و برای خودشون تو خونه میگشتن. جنازه مار کف زمین افتاده بود و با تار عنکبوت پوشیده شده بود و چند تا عنکبوت از سوراخ بینی و دهانش رفت و آمد میکردن. گوشه های اتاقم پر از تارهایی بود که تیکه هایی از گوشت بدن مارک ازشون آویزون بود. چند هزار مورچه و حشره یه سوراخ روی سینه‌اش درست کرده بودند و داشتن گوشتشو میخوردن و قورباغه ها و مارهای سمی هم برای خودشون آزادانه توی خونه میگشتن. پلیس تخمین زد که حدود 2 هفته از مرگش میگذره و دلیل اینکه این اتفاق افتادم یه مشکل در مدار الکتریکی بوده که در قفسها رو بسته نگه میداشته. اون مدار اتصالی کرده و باعث باز شدن در همه قفسها شده. شماره 2،
گربه های جنت ویل. گربه ها به شدت به صاحبشون متکی هستن، مخصوصا اگه تمام مدت توی خونه نگهداری بشن. وقتی جنت ویل توی خونش به یه علت طبیعی فوت میکنه، برای گربه هاش هیچ چاره ای نمیمونه به جز اینکه شروع به خوردن از گوشت جسد صاحبشون کنن. بعد از یه مدت که از این خانم خبری نبود و حتی صندوق پستی خونش پر از نامه های باز نشده شده بود، همسایه ها بالاخره با پلیس تماس گرفتن. وقتی پلیس وارد خونه شد، با یه صحنه خیلی عجیب مواجه شد. یه عالم سگ و گربه مرده توی آشپزخونه و سالن پذیرایی افتاده بودن، اما چند تایشون هنوز زنده بودن. توی آشپزخونه هم جسد بیجان جنت ویل رو پیدا کردن که روی بدنش جای زخمای مختلفی بود که نشون دهنده خورده شدن گوشتش توسط گربه هاش بود. پزشک قانونی اعلام کرد که اون به خاطر مشکل قلبی مرده و گربه ها برای زنده موندن چاره ای به جز خوردنش نداشتن. و در نهایت شماره 1، بزمجه رونالد هاف. عجیبترین مورد لیستمون مربوط به رونالد هافه که توی سال 2002 جسدش توی خونه خودش توسط پلیس پیدا شد، در حالی که 7 بزمجه قولاسا دوروورش بودن و از بدن مردش تغذیه می کردن. بزمجه ها موجودات شگفت‌انگیزی هستن، اما برای نگهداری به عنوان حیوان خونگی به هیچ وجه مناسب نیستن. بزمجه ها میتونن تا حدود 2 متر رشد کنن و بزاق دهنشون باکتری هایی داره که میتونه برای انسان مرگبار باشه. مشخص شد که رونالد به دلایل طبیعی فوت کرده و بزمجه ها مجبور شدن برای زنده موندن شروع به خوردنش کنن، و وقتی پلیس جسدش رو پیدا میکنه، جسد به طور قابل ملاحظه‌ای خورده شده بود، مخصوصا گوشت نرم صورتش. اما خوشبختانه همه بزمجه ها در سلامت کامل به سر می بردن. ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدید. کدوم یکی از این داستانا بیشتر باعث ترس یا تعجبتون شد؟ توی کامنت ها برامون بنویسید و همینطور لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا عضو فکت اسکواد ما بشید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.